when I arrived, پروفسور was speaking his lecture. در واقع ما لکچر رو speak نمی کنیم. شما لکچر speak نمی کنید. لکچر رو give می کنید. Okay. He was giving his lecture. Okay. پس tomorrow I have to give a lecture. من فردا باید یه لکچر بدم. اینجا ارائه دادن. خودمون میگیم باید ارائه بدم یا میگیم باید لکچر بدم. این رو ما میگیم giving. این رو تو انگلیسی هم باید ترس بدم. He was giving his lecture. داشت لکچرش رو میداد. داشت اون چیز رو ارائه میداد. اینجا باید از giving استفاده کنیم. نه. Speak. Speak زمانی هست که مثلا سخنرانی میکنه. مثلا یه نفر با مثل یه جاستی سخنرانی میکنه. طبعا مثلا ما بگیم آقا امشب مثلا سپیکر ما آقای فلانی هستش، یعنی اون کسی که میاد سخنرانی میکنه آقای فلانی هست، اون فرد میشه سپیکر. اوکی. اما وقتی که در رابطه با لکچر صحبت میکنیم میگیم to give a lecture. اوکی. مثلا دو نفر با هم حرف میزنن اون توکینگه، ولی سپیکینگ نمیشه گفت. تاک هست، سپیک هم هست. تاک و سپیک تفاوتشون چی هست؟ اگر یک نفر واسطه روی منبری یه جایی یه سنی از اون بالا با بقیه داره برای بقیه صحبت میکنه، صداش مارک میشه و اینا مثلا برای بقیه صحبت میکنه، این میشه speak. نمیتونیم بگیم که اون اونجا واسطه بود از اونجا با مردم was talking. نه، talk دو طرف هست. talk یکی میگه اون یکی میشنوه، بعد اون یکی میگه اون یکی میشنوه، در واقع دو طرفه هست، بدو بستونه. اوکی. اما توی چیز توی مثلا سخنرانی های مثلا این که یک طرف هست، این فقط میشه speak. و اما وقتی که مثلا دو نفر با مثلا اینجور روبرو همدیگه با همدیگه صحبت میکنن اینها، اون وقت میگیم که خب اونا با همدیگه داشتن صحبت میکردن، اون میشه they were talking to each other، با همدیگه صحبت میکردن، چون یه نفره فقط صحبت نیست و یه نفر موعظه نمیکنه بقیه رو. اوکی. و ولی برای این جور شرایط، برای این مدل صحبت کردن، مثلا مدل مثلا الان صحبت مثل مورد من و شما، ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، میگیم we are talking to each other، we are talking to each other، این talk هست. ولی من مثلا ممکنه که بعدم بیام از این استفاده کنم، بگم که I spoke to، میتونم بگم من باهاش حرف زدم، با اینکه این حرف زدن فقط یک طرفه نیست. پس speak میتونه استفاده بشه برای talk توی یه مورد مثل ماده این که الان ما داریم. اوکی. در واقع talk هست چون دو طرفه هست، و ولی من میتونم بگم چی؟ speak. درست؟ اما اون حرف زدن روی منبر و اون شکلی از یک سمت برای جمعیت، اون دیگه نمیشه بگیم حالا speak، اگرم بعض وقتا بگیم talk، نه، چون اون فقط speak هستش. اوکی؟ اوکی. روشن شد؟ آره. وسطش یه چیزی خواستم بگیم، چی بود؟ نه گفتم، همین گفتم که speak یعنی بیشتر سخنرانی یک طرف هست. آره آره. و در باز یه مورد دیگه که فقط speak میشه گفت و نمیشه از talk استفاده کرد، زبان هست. شما هیچ وقت نمیتونید بگید که I talk English. شما بگید I speak English. I speak French. I speak German. فقط باید بگید speak. نمیتونیم بگیم مثلا talk. اون مورد درست نیست. و بریم دیگه ببینیم چی بود که بخواستم بهش اشاره کنم. Lecture and became kind of angry about my delay after class. Me and my friends went to cafeteria. Me یعنی به من. اوکی. مثلا من میگم help me، کمک کن به من، منو کمک کن، help me. نمیگم help I، درسته؟ چون I یعنی من، نمیشه بگیم که کمک من، باید بگم کمک کن به من، درسته؟ می حالت مفعولی هستش. می زمانی هستش که ما دریافت کننده یک عملی هستیم. مثلا you help me، تو به من کمک میکنی. You help me. قضیه من چون دریافت کننده فعل هستم، باید بگم چی؟ می. درست شد؟ و نمیتونم بگم مثلا you help I. نه. Subject در ابتدای جمله وقتی هست، subject هست، اون میشه I. یعنی وقتی کننده کار هست میشه I. اوکی. پس
من اگر کمک میکنم، من مثلا کسی رو کمک میکنم میگم I help her. I، من کننده این کار هستم. اما اگر که کسی به من کمک میکنه و من دریافت کننده کار هستم، اون وقت میگم چی؟ She helps me. من دریافت کننده میشم. اوکی؟ پس دریافت کننده میشه می، کننده میشه I. درست؟